حقایقی جالب و باور نکردنی از زندگی شخصی نوید محمدزاده. از به دنیا اومدن توی خانواده شلوغ 14 نفره تا اتفاق جالبی که باعث بازیگر شدن و مشهور شدنش شد. با ما همراه باشید، یه مروری زندگی نوید محمدزاده رو با هم انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب نوید محمدزاده متولد 17 فروردین ماه سال 1365 در شهر تهران هستش. اون فوق دیپلم رشته عمران داره و علاقه زیادی داشتش که فوتبالیست بشه، ولی خب مسیر زندگیش تغییر کرد و به سمت بازیگری رفت و حسابی هم توی این کار موفق شد. خودش میگه که توی دوران کودکیش همیشه خودش رو یه فوتبالیست میدید، اما دیدن یه فیلم سینمایی باعث شدش که به این کار علاقمند بشه و الان هم لقب یکی از گرون قیمت ترین بازیگرهای ایران رو به دست بیاره. نوید محمدزاده اصالتی کرد داره، ولی خب خودش متولد تهرانه، فرزند آخر خانواده و فرزند 12 پدر مادرش به حساب میاد. تو شهر تهران به دنیا اومد، ولی وقتی که 2 بود به همراه خانوادهش به ایلام نقل مکان کرد و تا دوران راهنماییش رو هم توی شهرستان ایلام گذروند. توی دوران دبیرستان عشقش به فوتبال باعث شدش که سراغ تیم نوجوانان سایپا بره، اما بعد از دیدن فیلم سوت دلان علی حاتمی با بازی بهروز وثوقی زندگیش متحول شد و به یک باره یه شبه عاشق بازیگری شد. خودش میگه که انقدر اون فیلم روش تأثیر گذاشت و بازی بهروز وثوقی اون رو متحول کرد که همون شب رفتش ویدیو کلوپ و فیلم های قیصر و صورت زخمی آلپاچینو رو هم گرفت و با همون جنونش فیلم ها رو چندین بار توی 24 ساعت تماشا کرد. همونجا بودش که تصمیم گرفت در آینده بازیگر بشه و شغل آیندهش این باشه. در سال 82 وقتی که 17 ساله بود به کلاس‌های بازیگری مؤسسه هنری 7 کرج رفت. اون زیر نظر اساتیدی چون مهتاب نصیرپور، علی سلیمانی، محمد یعقوبی و امیر قنبری دوره‌های بازیگری رو دید. تا سن 21 سالگی یعنی سال 86 هیچ تجربه توی بازیگری نداشت، ولی در همون سال برای فیلم سینمایی درمیان ابرها به کارگردانی روح الله حجازی به عنوان یکی از نقش‌های مکمل جلوی دوربین رفت. توی اون فیلم همکاری رو هم با الناز شاکردوست داشتش. بعد از اولین تجربه بازیگریش در جلوی دوربین وارد حوزه تئاتر شد و در سال 87 با نمایش ماه در آب جایزه برترین بازیگر مرد جشنواره استان تهران رو هم از آن خودش کرد. اون در سال 88 با فیلم آن دو برای اولین بار یه نقش جدی رو تجربه کردش. البته این فیلم هیچ وقت مجوز اکران نگرفتش و هیچ وقت پخش نشد. جالبه بدونید که نوید محمدزاده قبل از اینکه بازیگری رو جدی انجام بده کار مجریگری رو تجربه کرده بود. اون در سال 90 به همراه سارا رسولزاده قسمت هایی از برنامه دوستان رو در شبکه جام جم صدا سیما بر عهده داشتش و اولین بار تجربه مجریگریش اونجا بوده. نوید محمدزاده در سال 93 با فیلم سینمایی ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده در کنار پژمان بازقی توی جشنواره خارجی حضور پیدا کرد و جوایز بین المللی رو هم توی اولین تجربیاتش تونست به دست بیاره. اون در سال 1394 با 3 لانتوری، خشم و حیای هو و ابد و یک روز به اوج شهرت رسید و اوج فعالیت سینماییش رو میتونیم توی همون سالها بدونیم. البته که قبل از اون فیلم عصبانی نیستم رو هم بازی کرده بود که توی جشنواره فجرم خیلی مورد استقبال هوادارا قرار گرفت، ولی خب اکرانش سالها به تعویق افتاد. جالب بدونید که در مورد فیلم عصبانی نیستم نوید محمدزاده حتی برنده جایزه سیمرغ هم شده بود و اسمش رو هم توی خیلی از رسانه‌ها چند روز قبل از اعلام نهایی نتایج اعلام کرده بودن، ولی خب اونطور که خودش و دیگران مدعی هستن در آخرین لحظه دستای پشت پرده سینما باعث شدش که جایزه رو از نوید بگیرن و به یه نفر دیگه بدن.
اما نوید محمدزاده در سال 94 برای فیلم ابد و یک روز موفق شدش که سیمرغ بلورین جشنواره فجر و همینطور تندیس زرین دنیای تصویر رو به دست بیاره. یک سال بعد با فیلم بدون تاریخ بدون امضا دومین سیمرغش رو از جشنواره گرفت. نوید محمدزاده یکی از ویژگی‌های بارز خودش رو جسارت در پوشش میدونه. خودش میگه سلیقه شخصیش در لباس به هیچ وجه سنتی نیست و همیشه شاهد هنجار شکنی در پوشش هستش. اون مهمترین استایلش رو هم همین هنجار شکن بودن استایلش میدونه. واسه همینم لباسای عجیب غریب با رنگای تند خیلی زیاد میپوشه. اما همونطور که احتمالاً میدونید نوید محمدزاده با فرشته حسینی بازیگر افغانستانی چند سالی هستش که ازدواج کرده. از مدت ها قبل زمانی که سریال قورباغه داشت پخش می شد خبر ازدواج و رابطه این دو نفر خیلی رسانه‌ای شده بود و شایعاتی در این مورد وجود داشت، ولی خب نوید محمدزاده تصمیم گرفت که در هفته فروردین 1400 رابطه خودش رو علنی بکنه. اون زمان نوید 35 سال و فرشته حسینی 24 ساله بود. نوید محمدزاده نقطه قوتش رو توی بازیگری زبان بدنش می دونه. میگه نوع نشستن و ایستادن بازیگر به نوعی کارت شناسایی اون محسوب میشه. محمدزاده اغلب بسیار پر انرژی ظاهر میشه و حرکات بدنی زیادی هم داره. اما بریم سراغ ماجرای دعوای نوید محمدزاده و حمید گودرزی. حمید گودرزی چند سال پیش توی برنامه دورهمی مهران و مدیری حضور پیدا کرد و حمله بی سابقه ای رو علیه نوید انجام داد و روی آنتن زنده تلویزیون گفت در گذشته فیلم ها مردم رو شاد میکردن، اما امروزه فیلم های غیر واقعی، سیاه نمایی و خیانت رو میبینیم که زن و مردها نسبت به هم بدبین هستن. برخی بازیگران هم با یه زیرپیرنی در 8 فیلم بازی میکنن و چون این قابلیت رو دارن که 2 تا داد بیشتر بزنن و رگ گردنشون بیرون بیفته میتونن سیمرغ بلورین هم بگیرن، که خب تیکش کاملا به نوید محمدزاده بودش. حالا معلوم نیست از حسودیش هست یا واقعا نظر کارشناسی شدهش بوده. جالب بدونید که چند سال پیش از نوید محمدزاده یه سرقتی در قالب خفگیری هم انجام شدش. خودش تعریف میکنه که یه بار نیمه های شب در چهارراه ولیعصر گرفتار 2 تا خفگیر شدم، ولی وقتی به خاطر این که یکی از خفگیرا من رو شناخت و کاراکترم رو در فیلم متری 6.5 به خاطر داشت من رو ول کرد و ازم چیزی دزدی نکرد. اما یکی از حاشیه‌های جنجالی که در مورد نوید محمدزاده توی این سال‌ها مطرح شده بود قرارداد 7 میلیاردیش بودش. توی سال 98 خبر رسید که نوید محمدزاده با شرکت تصویر گستر پاسارگاد سرمایه‌گذار سریال نمایشخانگی قورباغه قرارداد 1 ساله رو امضا کرده که رقم اون چیزی حدود 7 میلیارد تومنه. توی این قرارداد مشخص شده بودش که نوید محمدزاده تا 1 سال توی هیچ فیلم، تئاتر و سریالی حق نداره حضور داشته باشه که آتش هوادارا برای استقبال از فیلم جدید هومن سیدی یعنی قورباغه بیشتر بشه. طبق این قرارداد اون ماهیانه حتی در زمانی که بیکار هست و هیچ کاری انجام نمیده مبلغ 600 میلیون تومان دستمزد خواهد گرفت که کل این دریافتی بعد از 1 سال حدود 7 میلیارد و 200 خواهد شد. البته که این خبر بعداً توسط افراد مختلف تکذیب شد، اما پخش این سریال در سال 1399 باعث استقبال بی‌نظیر هوادارا شدش و تونست رکورد‌های مختلف رو توی شبکه نمایش خانگی بشکنه. اما حاشیه دیگه‌ای که نوید محمدزاده رو توی این چند وقت اخیر دچار چالش کرده بود ماجرای ممنوع کاریش به خاطر بوسه‌ای که توی جشنواره کن به لب‌های فرشته حسینی همسرش انجام داده بودش. توی این مراسم آقای بازیگر توی یه گفتگوی بعد از این حرکتش گفته بود که خب زنمه، دوست دارم ماچش کنم. در مورد ممنوع کاری هم هنوز هیچ چیزی رسماً به من اعلام نشده و خبری نیست. از فیلم های نوید محمدزاده میتونیم به برادران لیلا، تفریق، شب داخلی دیوار، متری 6.5، سرخ بوس، مغزهای کوچک زنگ زده، خفگی، بدون تاریخ بدون امضا، ابد و یک روز،
خشم و هیاهو، لانتوری، ناهید، 13، عصبانی نیستم، لرزاننده و در میان ابرها اشاره بکنیم. اون دوتا سریال هم بازی کرده که سریال قورباغه و سریال آکتور هستش. حتما نظراتتون رو در مورد نوید محمدزاده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و با یه جمله بهمون بگید نظرتون در مورد این بازیگر چیه. اگه با فیلم ها و سریال های این بازیگر هم خاطره دارید، اسم فیلم مورد علاقتون رو تو بخش کامنت ها برا ما بذارید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. الان هم یه ویدیوی دیگه روی صفحه نمایش داده میشه که پیشنهاد میکنم در ادامه هم این ویدیو رو تماشا بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.